آلی جناب، در اونها از یک آلی جناب، اگر شما به دنبال نصر کشی و جنایت کاران میگردید، در ایران بیش از 170 تا 190 شاید هم بیشتر گور دست جمعی وجود دارد. آلی جناب، در اونها از یک کامیون، از یک کامیون کوچک تا 3-4 کانتینر سرخوردار گیازه مطمئن کشته، حتی دستد بسیار زیادی از گورهای افرادی در گورستان ها خالی و توهی از جنازه هست. اونها رو توهی از جنازه خالی تحویل خانواده ها دادن. توضیح بیشتر بدم آلی جناب، در بعضی از آنها لباس مقتولین رو زیر مقداری بتون آماده مطمئن کردن و سنگ روی آن گذاردن که خانواده حتی نتواند نفش فرد کنند. اجساد این گروه ها عموماً به طور دست جمعی در عمق زمین مطمئن گشتند. جوانان و نوجوانانی که از 11-12 سال به بالا، البته زنان باردار نیز شامل میشن. حالی جناب، این جنایت ها به دست همین انسان نماها که شعار دروغین اسلام و انقلاب و صدور آن به دنیا را میدهند انجام میپذیرند. بله، به دست همین آنهای پریدکار و این رژیم دروغو و مستبد صورت میگیرند. متاسفم که دنیا تنها به خاطر اندک جنایات آشکار و قربانیان شما در دنیا داد حقوق بشر سر میدن، ولی این رژیم هنوز باقی است. دنیا در این جنایت ها با این رژیم قرون وسطایی شریک است. این رژیم به خودشان هم رحم نمی کنه. در بدترین نوع شکنجه ها طی چند شب تعداد زیادی از خودشان را هم، حتی از کسانی که در 209 مسئول بودن به نام کم. حالی جناب، جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 77-67 بیش از 3700 نفر 33,700 نفر زندانیانی دارای حکم 5 سال، 2 سال، 1 سال حکم داشتند اعدام و در گورهای دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند. و در مقابل این رژیم سپاک و ملایان فریبکار و جنایت پیشه بسیار مظلومانه به خاک سپرده شدن. این از ثمره حکومت ولایت مطلقه فقیه. همه چیز انسان رو به کام مرگ و آتش کشیده است. مال، ناموس، جان، همه رو ولایت فقیه خود سال اختیار می دهد. اینجا حالی جناب، اینجا 209 هست، اینجا اوین هست. در اینجا بیشن 10 بار احمد باطلی ها را، یعنی یک دانشجوی نوجوان جوان رو به اتاق اعدام میبرن، به حلقه دار بگردنش میاندازن. حتی ورزشکاران و قهرمانانی همچون حمید سوریان رو هم به اینجا میآورن. اینجا سلولهای افشاری ها، سازگار ها، ابراهیمی ها، گنجی ها، زرفشان ها، پیر مرد ها، وکلا، آقا جری ها، بروجردی ها و بزرگ زندانی جناب امیر انتظام است. او قدیمی ترین و مظلوم ترین زندانی رو بیده. حالی آنچه میشنیدید میشنوید از بیان و فرد. اونچه که میشنوید از بیان و زبان قدیمی ترین دیاچالیشی نویسون رو که فرد. حالی زمان، از شما و تمامی حامیان حقوق بشر میخواهند که هرگز دیلیسمو را فراموش نکنند. بیگویه که هرگز از صرافت نباید افتاد. آلی جناب، باورش برای همگان مشکل است، ولی کارهاست آفتاب را ندیدم و آسمان را فکر نمی کنم. اگر روزی بیرون بروم بتوانم به آسانی آفتاب، فکر نمی کنم بتوانم به آسانی آفتاب را ببینم. سالهاست غذای معمولی نخوردم. به صورت میک و خورد شده غذا رو میده کنم.
به همین علت سابق برای ارگانهای مختلفی هواتو ترانزیت میکردن به اروپا، ولی الان تنگی یکاسه شده و با شگرت‌های اطلاعاتی به صورت پیچیده ترانزیت میکنن که این دنیا رو به این شکل مثلا اروپا و سلسله اطلاعاتی اروپا رو فریب بدن. باید از بیمارستان ندارن به اونی و طولانی تنگی احسان غذای در اطلاعات شکنگی و سلیون و اعمال بحشی بدی و مدت 52 روز طول کشی و روزانه بعد چند آب میشیدم و در حال مرگ بیمارستان اطلاعات رو تحلیل شدم گوی نمیدیم و تخت میدیم گوی اون رو ارتفاع این طبقای تشمیل میدیم گوی میگفتم مساعده حاضرم گوی دنان هایم قفل شد گوی میگفتم ورق بدهی بنویسم بسی یه فرانسی بود که به من دیدن گوی میخواستم از طبقه چهارم بیمارستان خود رو پرد کنم و این هر لحظه به هر آن و هر ثانیه ادامه داشت میگفتم فقط اقرار کن اعتراف کن هرچه ما میخواهیم به اون حال تصور کنیم بسیاری از متحدید رو که تحت سناریوهای های پیچیده روایش میکنند تحت عملیات به کلیستری اندین آزمایشات دارویی میکروبی و شیمی و عشرهای اتمی در اختیار ارگانهای بیرونی و نظامی قرار میدن چی مجاری را متحمل میشوند آری مثلا سناریوی جذب هواداران گروهها و احزاب و روشنفکران با ایجاد ایش محبوس ماندن پس از لحظه خودن بنیادن بخش عمده از طرفگذاری ها و با ایجاد جریانات موازی روی نیروهای انسانی او توسط اطلاعات صورت بسیار از نیروهای پراکنده را در جریانات موازی جمع‌آوری کردند صدها و هزاران عنصر القاضی پس از ورود به ایران در همین بیگونه ها و دویسنوه ها و زندان ها زندان های امنیتی دستاری کرد به ویژه کرج با لباس معطل نگهداری و طی برنامه های توجیه شد و سپس به مناطق اعزام میشوند بسیاری از آنها به دفعات میروند و پس از ادمانکار دوباره در دویسنوه ها و دیگر زندان های امنیتی اطلاعات پیدا شده شوند و اشکال گروگون دربندهای مختلف با بسیاری تماس گرفتند افکارشون طبق برنامه ماست علت ضیق وقت مجبورم باز هم خلاص سفر نماییم حالی جناب بیش از پیش مایلم شما رو به جریان بخشی از آنچه در اسناد سوال وجود داشته قرار دهم این مطالب اگر در اختیار ملت شریف ایران قرار میگیره یقینا تکلیف این رژیم فریب و شکنجه بسیار پیش از این یکسره میگردید زیرا تمامی مدارکی از سربندگان توکل رژیم آخوندی در اسناد سوال وجود داشت مملو از لجن و تفاهم بود این جنایت طی دو دهه و طی کتب و صدها نامه و تحلیل برایش شخص آقای خمینی حوالی را ارسال کردم حتی مدت در جماران برای ایشان مقاله و یادداشت می‌نوشتم ولی از اونجایی که کانال‌های ویژه خبررسانی وی کاملا در اختیار همان کسانی بود که خود پرونده‌های سیاسی در سوال داشتند حق نوار ویدیویی از آن ضبط شده و در دسترس از این جمله است اوضاع دهشتناک بود باور کنید اگر به طور کامل مردم این نوارها رو مشاهده کنند به همه چیز حکومت پایی و حکومت فاشیست مولا کافر می شود تا قبل از نیم ساعت آخر جلسه وی یعنی خامنه‌ای حدود 6 هم رای بیشتر نداشت ولی با شگرد کودتا و کلاشی از قبل طراحی شده حاضرین را محروم کردند و تکمیل اجباری را از پیروی گرفتند صحنه‌سازی از این قرار بود که هاشمی باریکبین را صدا می کنند و در کوشش باریکبین هاشمی می گوید بیرون از مجلس میان پاسداران خارج سالن اعلام کن فلانی انتخاب شد در حالی که آرای او به 10 رای هم نمی رسید باریکبین به خارج از سالن رفته و آن را اعلام می کنند ناگهان فریاد غریب بیش از 1000 پاسدار مسلح وارد شد همین نمایندگان مخالف با گفتن الله اکبر فلانی رهبر ساختمان مجلس را به درزه در می آورند و تحت این فشار کودتاگونه همه را مجبور به دادن رای می کنند تصور بکنید آنان فکر بیرون آمدن سالن را در صورت عدم رای مثبت می کردند که تأمین جانی نخواهند داشت و در نهایت آن صحنه تکبیر دولتی به ضد صندلی جلوی سالن که را که از تلویزیون دیدهاید به مردم غالب کردن و سناریوهای از قبل طراحی شده را به خود ملت میدند صحنه‌گردانان را میگویند در صورت شکافتن کشته بعدی همکاری آنان با رژیم ضد بشریت ایران قطعا فجایعی در دنیا و بلوایی در پی خواهد داشت فقط به ذکر یک نمونه از حتی همکاری پشت پرده و تعامل فیناوین بسنده میکنم آری کمک های انتخاباتی برای احزاب با گذر یکی از کوچکترین آنهاست یادم هست برای غلبه سوسیالیست های فرانسه بر گودلفت ها توافق محرمانه توسط رژیم با سوسیالیست های فرانسه صورت گرفت که حزب الله یا حزب شیطان لبنان مجری آن بود و البته سوسیالیست‌های لبنان در جریان نبودند و اون روبایی شهرتگاه فرانسوی در لبنان با توافق سوسیالیست‌های فرانسه و سبس درخواست سوسیالیست‌های فرانسه از ایران برای آزادی آنان بود که از این نخوزن سوسیالیست‌ها پس از پیروزی آوانت‌ها و امکانات بسیاری از طرق مختلف دیپلماسی و حمایتی تا این آوانت‌ها پس از توافق با سوسیالیست‌ها بین خود می‌گفتند سوسیالیست‌ها گلابی‌اند
آنها را با لقب گلابی می‌خواند. و اما عالی جناب، در پایان زمین تشکر از تحمل جنابالی درخواست فوری دیدار با کمیسر حقوق بشر و شر سازمان ملل به همراه پزشک بدون مرز رو دارم. لازم توضیح است من تا چهار سال اول زندانم حق گرفتن وکیل نداشتم، ولی با فشار حقوق بشر در سال 2005 فقط به اختیار کردن وکیل شدم که دکتر سلطانی همان موقع دستگیر شد و خانم عباسی را نیز تاکنون ندیدم. حالی جناب.